به نام خدا، عرض سلام و ادب مجدد خدمت شما دانشجویان محترم. توی ادامه مباحث مربوط به برنامه‌ریزی خطی و مدل سازی، قسمت دوم و حل یک مسئله برنامه‌ریزی خطی رو خدمتتون میخوام عرض بکنم. ببینید دوستان، یک مدل سازی برنامه‌ریزی خطی رو بهتر عرض بکنم. ببینید یک مثال میزنه، میگه که یک کارخانه میز و صندلی تولید میکنه، دو نوع چوب کاج و بلوط رو استفاده میکنه. برای تولید هر واحد میز به 5 فوت چوب بلوط و 2 فوت چوب کاج و 4 نفر ساعت نیازه. پس اگر بخواد یک میز رو بسازه، 5 فوت چوب بلوط بخواد، 2 فوت چوب کاج، 4 نفر هم نیروی انسان، 4 نفر ساعت نیروی انسان. حالا اگر بخواد صندلی رو تولید بکنه، برای تولید هر صندلی 2 فوت چوب بلوط، 3 فوت چوب کاج و 2 نفر نیروی انسانی، 2 نفر ساعت نیروی انسانی. حالا اگر که میزان نیروی انسانی در اختیار کارخانه در طول هفته 80 نفر ساعت باشه، یعنی در هفته ما دیگه ماکسیموم چقدر داریم؟ یه بیشتر از 80 نفر ساعت نداره، حد اکثر اینقدر. میزان چوب کاج و بلوطی هم که داریم، بلوط و کاجی که داریم، 150 و 100 فوت است. کارخانه به منظور حد اکثر سازی سود به چه تعداد میز و صندلی باید بفروشه؟ سود حاصل از فروش میز و صندلی به ترتیب 12 و 8. خب ببینید بچه ها، یه مشکلی که دانشجویان توی بحث مدل سازی دارن اینه که نمیدونن از کجا باید شروع کنن و متغیر تصمیمی که باید انتخاب بکنن باید چی باشه. ببینید در مدل سازی بچه‌ها حتما اول ماکسیموم و مینیموم بودن مسئله رو مشخص بکنید. پس اولین کاری که من از شما میخوام اینه که بفهمید ماکسیموم مسئله یا مینیموم. خب ببینید بچه‌ها، یا و متغیر تصمیم هم باید مشخص بکنیم، یعنی توی گام اول ما باید متغیر تصمیم مشخص بکنیم و ماکسیموم مینیمم. ببینید اینجا موضوع مسئلمون حد اکثر سازی، پس کاری که من باید بکنم باید ماکسیموم زد را به دست بیارم، چون میخوام حد اکثر بکنم. چی را میخوام حد اکثر بکنم؟ سودم را میخوام حد اکثر بکنم. خب پس این نکته اول، پس من ماکسیموم بودن مسئله را مشخص کردم. نکته دوم بچه، باید بیام ببینم که x1 و x2 ما چی باید بگیرم. دوستان نگاه کنید، اینجا شما اگر بخواید غیر حرفه‌ای عمل بکنید، x1 و x2 رو بعضا میان چوب بلوط یا چوب کاج در نظر میگیرن، این اشتباه. ببینید بیایید به اینجا، به این مسئله نگاه بکنید، به اینجای مسئله دقت بکنید تا بفهمید متغیر تصمیمتون چیه. نگاه کنید، میگه کارخانه به منظور حد اکثر سازی سود چه تعداد میز و صندلی باید بفروشن. خب چه تعداد میز و صندلی؟ ببینید تا هدف ما چیه؟ حد اکثر سازی سود. با چی به هدفمون میرسیم؟ با فروش میز و صندلی. پس شما بچه ها باید بیاید ببینید که تابع هدفتون مستقیماً به چه عواملی بستگی دارد، اون عوامل میشن متغیرهای تصمیم شما. پس الان چون که تابع هدف من به حد اکثر سازی برمیگرده، حد اکثر سازی سود برمیگرده و حد اکثر سازی سود هم وابسته است به فروش تعداد میز و صندلی، پس x1 را من میز میگیرم، x2 را صندلی میگیرم. متوجه شدی؟ پس x1 به خاطر اینکه تعداد میز و صندلی به باعث کاهش یا افزایش حد اکثر سازی سود من میشن، یا به عبارت دیگه چون حد اکثر سازی سود وابسته است به فروش میز و صندلی، اون عواملی که به در حقیقت وابسته میشن به
باعث یا عواملی که روی حد اکثر یا حد اقل کردن تابع هدف ما نقش دارن، اون عوامل میشن در حقیقت متغیرهای تصمیم. پس من ایکس یک رو میگیرم تعداد میزن، ایکس دو رو میگیرم تعداد صندل. خب پس ببینید بچه ها، الان اگر فروش میز و صندلی هست 12 تا باشه، ببخشید سود حاصل از فروش میز و صندلی، میز رو اگر بفروشم هر واحد میزی رو که میفروشم 12 ریال پول نصیبم میشه، هر واحد صندلی رو که میفروشم 8 واحد گیرم میاد، پس میشه 12x1 یعنی 12 ضرب در تعداد میز به اضافه 8 در تعداد صندلی. این نکته هم. حالا میریم سراغ متغیرها. متغیرها من بچه ها ببینید، ببخشید محدودیت ها رو میخوام بنویسم. اولین محدودیت من چی؟ اولین محدودیت من ببینید، ما میخوایم در مورد میز صحبت بکنیم. در مورد میز که صحبت میکنم، ببینید چقدر 5 فوت چوب بلوط، 2 فوت هم چوب، 5 فوت چوب بلوط، 2 فوت هم برای میز استفاده میشه، 2 فوت هم چوب بلوط برای صندلی استفاده میشه. پس ببینید متغیرهای تصمیمان چی بوده؟ 5 فوت برای چوب بلوط برای میزم استفاده میشه، 2 فوت هم برای چی استفاده میشه؟ برای صندلیم استفاده میشه. که ماکسیمومی که در اختیار دارم چقدر از چوب بلوط هم؟ ماکسیمومی که در اختیار دارم 150 واحد. خب حالا میام همین کارو برای چوب کاج انجام میدم. ببینید برای چوب کاج ما الان 2 فوت چوب کاج میخوایم برای 2 فوت چوب کاج میخوام برای میزم، 3 فوت هم چوب کاج میخوام برای صندلی. پس ببینید 2 فوت چوب کاج برای میز، خب 3 فوت هم چوب کاج برای صندلی. ماکسیموم چوب کاجی که دارم چقدره؟ 100 واحد. خب میام بعدش. ببینید محدودیت بعدی هم نیروی انسانیه که در اختیار دارم. من اگر بخوام یه میز بسازم 4 نفر ساعت نیروی انسانی، 4x. اگر بخوام یه صندلی بسازم 2 نفر ساعت نیروی انسانی میخوام، که کوچیکتر و مساویه با چقدره؟ با 80 ساعت که اینجا آورده. یعنی میزان حد اکثر نیروی انسانی ها که تو هفته دارم 80 ساعت. خب در پایان هم بچه حتما x1، یعنی ببینید x1 تا x2 من، x1 تا x2، حالا اینجا دقت بفرمایید، x1 و x2 من یعنی 2 تا متغیر دارم، x1 تعداد میزم و تعداد صندلی من باید بزرگتر و مساویه با 0 باشه. امیدوارم که این مسئله را هم به خوبی متوجه شده باشید. خسته نباشید.